مجاهد خلق مجید تقدیری از تهران، 20 ساله، دیپلم، در پنجم شهریور 1360 در تهران در زیر شکنجه در زندان اوین به شهادت رسید. فرازی از وصیت‌نامه شهید. راه مجاهدین راه مبارزه با استبداد است. من زمانی بیشتر به این راه اعتقاد پیدا کردم که قاطعانه در مقابل استبداد زیر پرده دین ایستاد. خونبهای آن هم خونهای بیشماری است که در راه نهال آزادی خلق ریخته شده است. مجاهد شهید مکرم پور رضا، 6 ماه باردار، از رودسر، 28 ساله، لیسانس دبیر فیزیک، در 7 اسفند 1360 در تهران به شهادت رسید. من شهید می شوم، شما بعد از ما می مانید. ارزش خود را بدانید. مسئولیت سنگینی به دوش دارید و این مسئولیت را تا به آخر به سرانجام برسانید. مجاهد خلق پرویز سلیمی از محلات، 33 ساله، فوق لیسانس، مهندس پتروشیمی، در قتل عام 1367 در تهران به شهادت رسید. از سخنان شهید به یک همبندی: ایمان دارم تا زمانی که مسعود هست، انقلاب ما به بیراه کشانده نمی شود، بلکه همیشه راه تکامل و پیشرفت را خواهد پیمود. مجاهد خلق محمد علی بختیاری فرانوش از بندر انزلی، 23 ساله، دانشجو، در 19 آذر 1360 به شهادت رسید. از سخنان شهید به یک همبندی: همان کاری که دشمن را بیشتر عصبانی می کند نشان دهنده این است که از بقیه کارها برای ما مفیدتر و درست‌تر است. من پزشکی خواندم که بتوانم زخم یک مجروح و درد یک دردمند را مداوا کنم. حالا زخم همرزم مجروحم را پانسمان نکنم فقط به این دلیل که ممکن است به خاطرش شلاق بخورم. ارزش کاری که می کنم به اندازه همان شلاق هایی است که می خورم.